سوتلاژ دسر خوشمزه ترکیه یا شیر برنج ترکیه؟ برای این دسر خوشمزه من از 1/4 پیمانه برنج خوش عطر و تم استفاده کردم، شستم و اونو توی قابلمه میریزم همراه با 2 پیمانه آب. روی حرارت میذارم، وقتی جوش اومد حرارت رو کاملا کم میکنم تا برنج به دل بپزه و کاملا مغز پخ بشه. توی یه ظرف دیگه 1/4 پیمانه آرد نشاسته ذرت میریزم و 1/2 پیمانه آب. یه مقداری با هم مخلوطشون میکنم تا آرد کاملا توی آب حل بشه. خب اینو فعلا کنار میذارم. آب برنج کاملا کشیده شده. حالا 0.5 لیتر شیر بهش اضافه میکنم. شیر پرچرب 2 پیمانه. دیگه در قابلمه رو نیازی نیست بذارین، به خاطر اینی که باید هر از گاهی هم بزنین و امکان این که سر قابلمه رو بذارین و سر بره هستش. وقتی شیر جوش اومد 1/2 پیمانه شکر بهش اضافه میکنم. کم و زیاد بودن شکر و شیرینی دسر دست خودتونه، اما 1/2 پیمانه برای این کافیه. و یه پاکت که 5 گرم میشه وانیل. از وانیل مایه هم میتونین استفاده کنین، یه قاشق چایخوری وانیل مایه میتونین بزنین، یا اینکه به جای وانیل میتونین گلاب یا اینکه هل بزنین. خب بعد از اینکه شکر رو ریختیم و دوباره به جوش اومد، حالا مایه‌ای که درست کرده بودیم از آب و نشاسته ذرت اضافه میکنیم به دسرمون. دیگه نباید غفلت کنین، حتما باید هم زده بشه که ته نگیره، به خاطر اینه که نشاسته ذرت زود ته میگیره. 5 دقیقه دیگه به پخت ادامه بدین و کافیه، چون نشاسته ذرت زود میپزه. حالا تو ظرفایی که از قبل در نظر گرفتم میریزم. میتونین این مقدار رو برای 3 نفر توی 3 تا ظرف بریزین، یا اینکه میتونین توی 1 ظرف سرویش کنین. بعد ظرف ها رو توی سینی فر میذارم و توی سینی فر رو آب سرد میریزم. حتما از آب سرد استفاده کنیم. برای حرارت از قسمت بالایی فر استفاده میکنیم، چه گازی باشه چه برقی، تا به این شکل روی دسرمون برشته بشه. حتما بذارین همین جوری دسرتون برشته بشه و بعد میتونین روی اون رو زمانی که سرد شد با هر چیزی که دوست داشتین تزیین کنین. من از گردو و پودر پسته استفاده کردم. این مقداری که من گفتم برای 3 نفر برای دسر کافیه، اما شما اگر خواستین بیشتر یا کمترش کنین
به نسبت تمام مواد رو کم یا زیاد کنین. دوستان عزیز، انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. جای همتون خالی و خدا نگهدارتون.